یه سوالی مطرحه. من یه جمله طلایی بهتون دادم، مالکیت در ایران تضمین سیاسی دارد نه حقوقی. معناش چیه؟ مگه الان نمیدونیم تو مجلس کی فساد کرده، کی شاسی بلند گرفته، ولی اون تضمین سیاسی داره. شفافه دیگه، میدونیم دیگه. شفافیت یعنی که بدونیم. خب الان ما همه رو میدونیم، ولی تضمین سیاسی دارد. این تضمین سیاسی در مذاکره با سیستم باید کاهش پیدا کند. ببین این خب اینجاشو شما نرفتی ببینی. خب درست، ولی این تضمین سیاسی غلطه. اون که شاسی بلند میگیره ناچاره آره. ناچاره منافع اون شخصی رو که ازش شاسی بلند گرفته، مثلا ایران خودرو یا یکی از همین خودرو سازا، منافع اونا رو بیاد بچپونه توی قوانین و به و تحمیل کنه به جامعه. یعنی خب منم همینجا ورود میکنم دیگه. منم همینجا دارم ورود میکنم دیگه، میگم تر شفافیت رو ببرید مجلس، پخته تر ببرید. من باید یعنی اونجاهایی که مشکل آره، اونجاهایی که به بنبست میخورید و برید با سیستم به توافق برسید، یا تو طرحتون بیارید. اینجاها رو ما ورود میکنیم دیگه، میگم آقا این شفافیت، این مدل خالی که داری میبری به خیلی از صدها برخورد میکنه. خب اینها رو هم در دلش ببین، راهکارشو بچین و ببر. این تمام این دعوای ما همینجاست که نمیتونستیم اینا رو توضیح بدیم، ولی الان ما تو یه گفتگوی خیلی منصفانه داریم با هم جلو میریم. دقیقاً. ولی خب اونجا این اتفاق نیفتاد. پس شما مخالف این هستی که یک کسانی تو مجلس بیان شاسی بلند بگیرن و ما و در واقع نیان بگن کی بودش و چرا گرفتن و چیکار کردن برای اون شخص؟ شما مخالف این هستی دیگه، مردمم هم همینا رو میخوان. همه مخالفن. خب همه مخالفن. خوشحالم که در هر صورت ما هممون داریم دنبال یه چیز هستیم، همون انگور هست که به فارسی میفهمیم، عزوم و استانیل و نمیدونم عنب و این چیزا نیست، هممون دنبال انگور هستیم که همونه. شما میتونم یه پرسش، حالا شاید نخواهید اینجا پاسخ بدید، میتونیم پاسخ ندید، شما نظرتون درباره جبهه صبح ایران چیه و این لیستی که استاد رایفی پور داره تهیه میکنه که اونا باید زیر یه چیزایی رو امضا کنن و یخشون رو میاد میگیره، یعنی رصد میشن اینا، و دکتر سعید محمد هم در این جریان هستش. و خب من خودم شخصا فکر میکنم دکتر سعید محمد یه شخص سالس و توانمنده و من بسیار متاسف و متاثرم که کنار گذاشته شد از همه چیز. خب اون شفافیت جلو این چیزا رو هم میگیره که رانت نباشه، که چه کسانی رو بذارن سر یه میخوام بگم مدیریت یه دستگاهایی که حالا با میخواد فساد زدایی بکنه، در واقع ریشش تو همین مجلسه. خب شما الان نظرتون درباره این جبهه صبح ایران چیه؟ نکته اول، برگ امضا گرفتن الزام آور نیست، ولی من یه دیدگاهی دارم. نه درسته، نیستش. ممکنه اونا الان اینو بگن برن تو مجلس یه کار دیگه بکنن، ولی همین که یه چیزی رو اینجا قسم به قرآن خوردن و در واقع تایید کردن که انجام میدن این چیزا رو و حالا اون گروه میان یخشون رو میگیرن اگر تخطی کنن، همین خب چیز خوبیه. همین شاید مانع بسیاری از این میخوام بگم ناکارآمدی ها و کارشکنی ها بشه. یه نکته جالب بگم، من خیلی خوشحال شدم چند وقت پیش که دیدم 101 نفر یا 110 نفر از اصلاح طلبای نامه‌ای داده بودن، امضا کرده بودن که آقا بیایم تو انتخابات مشارکت کنیم با همه بیمهریایی که اونا معتقد بودن. میدونید چرا من خوشحال شدم؟ نه، ما نباید نگاه صفر و صدی داشته باشیم. یعنی اصلاح طلبا نباید بگن الا و بلا همه اون چیزی که ما میگیم باید در دست ما باشه. اگر شما مثلا اصلاح طلبا اگر فعالیت میکردن 50 تا کرسی مجلس رو میگرفتن، میتونستن 20% از آنچه که مد نظرشون بود و حاصل کنن یا نه؟ از دیدگاه دارم میگم. الان نگاه من به مثلا بچه های مصاف چیه؟ من میگم آقا شما بتونید 40% 50% از صندلی های مجلس رو بگیرید، شاید به از 10 تا موردی که لیست کردید 4 تاشو بتونید انجام بدید. این تغییرات کوچک حتما موثره. آفره. خیلی خوبه. بله. این ما نباید صفر و صدی نگاه کنیم. این که ما بریم تو دل کار. آره، از همینجا از این حیث خیلی خیلی همراهی میکنم.
من به نظرم اون شعاره اشتباه انتخاب شد. اون شعاره با این کاری که اینا میخوام بکنن در تناسب نیست. این بار فرق میکنه، یعنی این بار ما با همه چیز باید تغییر بدیم، این بار همه چیز متفاوته. در حالی که نه، شما باید هدف گذاری کنید داخل مجلس، شروع کنید با توجه به پتانسیل و ظرفیتی که هست اصلاحات رو تحت هر شرایطی شروع کنید. هر چقدر جلوتر برید میتونید ظرفیت رو بالاتر ببرید، تو دوره بعد بیاید سر مجلس رو بگیرید. همینطور آدم بالاخره باید کار کنه. این ایران پاره تن ماست، همه چیز ماست. اگر این جریان داخل مجلس بره و این ذهنیت که شما مثلا شما تصور کن آقای قالیباف با اکثریتش بیاد تو مجلس، مثل میگم جبهه صبح صادق هم با اقلیتی بیاد توی مجلس، اگر این حضور و شکلگیری مجلس بعدی با تقابل جریان ها روبرو باشه، من معتقدم هیچ تأثیری نخواهد داشت. اما اگر انقدر تیزهوشانه باشه که در مجلس و در توافق، مذاکرات، گفتگوها، همراهی ها، پیدا کردن مشترکات و یک دوره گذار هم باید تعریف کنیم، یعنی در یک روند خیلی معتدل به سمت تغییرات برن، خیلی میتونن موثرتر از اون چیزی که من فکر میکنم واقع بشن. امیدوارم در مجلس به سمت تقابل نرن و بنا رو بذارن بر همراهی حداکثری، تلاش بیشتر، اغناسازی بیشتر، لابی بیشتر و بتونن تا جایی که میتونن پروژه‌اش رو جلو ببرن. خب حالا هوشمندانه است، درسته. و من فکر میکنم این شعار این بار فرق میکنن. این شعار بسیار جالبیه، برای اینکه تعداد زیادی از مردم انقدر دل سرد شدن که نمیخواستن بیان شرکت کنن، ولی وقتی که باور داشته باشن با حالا این سخنرانی هایی که مصاف علی اکبر رائفی پور این ور اون ور دور ور ایران داره میگذاره، به نظرم بسیج میشن مردم. و خیلی ها، من امروز داشتم اخبار رو گوش میکردم، سعید محمد صحبت کرده برای گروه هایی و اینا، میگفتن ما نمیخواستیم رای بدیم، الان متقاعد شدیم که رای بدیم. خب این چاره این بار فرق میکند، چه بسا واقعا به همین منجر بشه این بار فرق میکند. یعنی میخوام بگم شما خودت بارها گفتی که ما در یک پیچ تاریخی بسیار حساس هستیم، دقیقاً. و در همین پیچ تاریخی وقت زیادی هم نداریم، همین که خیلی از ماها موافق این موضوع هستیم وقت زیادی نمونده، پس باید یه چیزایی اساساً باید تغییر پیدا کنه، یعنی اصلاحات بشه. حالا من از این واژه اصلاح طلب که میشنوم موهای تنم راست میشه، ولی میخوام بگم به نوعی دنبال اصلاحات هستیم دیگه، این واقعیته. حالا اینا اومدن اصلاح طلبایی که ناکارآمد بودن و کارشکن بودن، اومدن واژه اصلاحات هم خراب کردن. خب من خوشحالم در هر صورت آقای محمد ندیمی نازنین یا محمد جان که شما یه چنین باوری رو دارین و در هر صورت تا حد زیادی تایید میکنین کاری که صبح ایران داره انجام میده، درست؟ و کمک هم خواهم کرد. آفرین. آفرین. حتما کمک میکنم. این بحثا برای قبل از مجلس، بعدش حتما ما کمک خواهیم کرد. در هر سطحی. ما معتقد بودیم میشد پخته تر بردیم بحث و جلو، ولی حتما کمک میکنیم. در رابطه با انتخابات هم من بگم مشارکت در انتخابات دو تا ستون داره. مشروعیت به سیستم هست، دومی امنیت. برای دومی به هیچ عنوان نمیشه ما مشارکت کرد. ما برای امنیت ملیمون هم، امنیت مرزهامون و جغرافیاییمون و محاسباتی که دشمنمون تو ماشین حسابش میزنه باید مشارکت کنیم، چون تأثیر داره در بله. همیشه محاسباتی که دشمن میکنه. برای دومی به هیچ عنوان نمیشه ما مشارکت کرد، باید تو انتخابات شرکت کرد و میشه معترض بود، میشه مطالبه داشت، میشه حتی قهر کرد، ولی ولی بحث انتخابات بحث ملیه، همش بحث حاکمیت نیست، همش بحث دولت نیست، بحث امنیت کشورم هست. بله. شما چی کار میتونید بکنید از محمد جان در این هفته که باقی مونده که کمک بشه به مشارکت حد اکثری مردم؟ واقعیت های امروز دنیا رو میگم. من واقعیت های امروز دنیا رو میگم.
من اشارم به اینجا هستش که من عذر میخوام از این واژه استفاده میکنم. دنیای ما انقدر در تنش هست که رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور روسیه رو حرامزاده خطاب قرار میده، بلینکن و لاوروف در G20 به شدت به هم حمله میکنن، فضا به شکلیه که رئیس جمهور روسیه با سوار به یک هواپیمای جنگی اتمی میشه و بله. دور میزنه. بله. یعنی ما در مقطعی از فضای جهانی هستیم که باید همه اختلافات رو بذاریم کنار، به هم نزدیک شیم. دقیقاً. فضای دنیا فضای تنشمندیه. آره، امروز ما همه ایرانیم و بعد کنار هم باشیم. ما در برهه‌ای از تاریخ داریم زیست میکنیم که در اوج تنشیم. یعنی ما الان در فضای جنگ نیمه گرمیم. یعنی این جنگ نیمه گرمه، خیلی دیگه داره نزدیک میشه، خیلی دیگه داره از کنترل خارج میشه. این خودش بزرگترین بهانه ای هست که من رو ترغیب میکنه همه آنچه که گلایه دارم، ناراحت هستم یا نسبت به حاکمیت شاید مثلا دل سردم یا به مسئولی، این خودش بزرگترین مسئله ای که من رو در کنار خانم زمانی، در کنار آقای راهفی پور، در کنار آقای قالیباف، در کنار آقای قرار بده. من الان یک وضعیت بزرگتر به اسم امنیت کشورم و جغرافیا و مردمم برام مهمه. من تلاشم این است تو این یک هفته با این گفتمان.